حکومت ایران در طول 4 دهه اخیر بارها و بارها با مراجع تقلید مختلف شیعی که به صورت مستقل و جدا از ارتباط با حکومت عمل می کنند مقابله کرده و در مسیر تبلیغ و فعالیت‌های دینی چنین مراجع تقلیدی سنگ اندازی کرده است. از مبارزه با آیت الله العظمی سید کاظم شریعت مداری گرفته تا حصر خانگی مراجع تقلیدی همچون آیات اعظم، سید محمد روحانی، سید صادق روحانی، سید محمد شیرازی، سید حسین قومی و غیره، همه این فقهای شیعه در برهه‌های زمانی مختلف در برابر ظلم و فساد حکومت ایران سکوت خود را شکسته و با پیروی از مسلک و منش سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام که در برابر حکومت ظلم و جور سکوت نکرد و قیام نمود به اعتراض و انتقاد پرداختند. در این میان بیت مرجعیت شیعه آیت الله العظمی شیرازی نیز که تاریخی پروپیمان در مبارزه علیه ظلم و استعمار داشته و از زمان میرزای شیرازی علیه اشغالگران انگلیس در عراق مبارزه کرده و تا به امروز در برابر هیچ گونه فساد حکومتی سکوت نکردند. بر همین اساس ما شاهد آن بودیم که دستگاه‌های امنیتی حکومت ایران در یک هفته اخیر چند اقدام در برابر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی دامظله و فرزندشان آیت الله سید حسین شیرازی مرتکب شدند. این نیروهای امنیتی ابتدا هنگام خروج آیت الله سید حسین شیرازی برای انجام سفر تبلیغی به کشور کویت در فرودگاه بین‌المللی تهران جلوی ایشان را گرفته و گذرنامه ایشان را مصادره کردند. فردای آن روز نیز پیامی تهدیدآمیز از طرف بیت رهبر ایران و از طریق آیت الله علوی بروجردی برای آیت الله العظمی شیرازی ارسال شد و از ایشان درخواست کردند تا در سخنرانی سالانه خود در آستانه ماه محرم از انتقاد علیه حکومت ایران پرهیز کند. در روز سخنرانی نیز برق بیت آیت الله العظمی شیرازی هنگام سخنرانی قطع شد. همه اینها نمونه های کوچک از مبارزه و مقابله حکومت ایران با مرجعیت شیرازی است. دکتر محسن کدیور استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک از شهر دوروم در کارولینای شمالی با ما همراه هستند. سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم. زنده باشین. حکومت ایران در طول عمر 40 و چند ساله خود چه فشارها و سرکوبهایی را بر سر علما و مراجع تقلید منتقد آورده؟ بله، من در این فرصت کوتاه به 8 نوع سرکوب و فشار اشاره میکنم به شکل مستند. دسته اول، برخی از مراجع و علما رو جمهوری اسلامی حصر کرده، از قبیل مرحوم آقایان سید کاظم شریعت مداری، سید حسن طباطبایی قمی، سید صادق روحانی، کاکا احمد مفتیزاده از علمای اهل سنت، مرحوم استاد حسین علی منتظری نجف آبادی و بالاخره احمد آذری قمی که در حصر از دنیا رفت. دسته دوم، برخی از مرجعیت خلق کردند، فکر کردند که مرجعیت مقام نظامی است، مثل مرحوم آقایان سید کاظم شریعت مداری و شیخ یوسف ثانی. سوم، از انتشار رساله عملیه توضیح المسائل یا پرداخت علنی شهریه برخی مراجع جلوگیری کردند. در حد اطلاع من مثلا مورد مرحوم آقای آسد محمد روحانی و دیگران. برخی رو محدود کردند، از قبیل آقایان سید محمد روحانی، آسید محمد شیرازی و اخیراً آسید صادق شیرازی. برخی از تدریس ولایت فقیه در ضمن خارج مکاسب در حوزه‌های علمیه جلوگیری کردند، مثل آقایان شیخ حسین وحید خراسانی در حوزه علمیه قم و میرزا علی آقا فلسفی در حوزه علمیه مشهد. دسته ششم، بسیاری طلاب و فضلای منتقد رو اینها قطع شهریه کردند یا ممنوع تدریس کردند یا محدودیت‌های دیگری براشون درست کردند که این افراد حتی جرأت ابرازش رو ندارند و متاسفانه ما از اونها خبر نداریم، ولی من از مصادیق متعددش اطلاع دارم.
مورد هفتم، برخی را از مجلس خبرگان رهبری به دلیل انتقاد، ولو انتقاد ساده، ممانعت کردن از حضورشون، مثل آصف علی محمد دستگیر در شیرازی. و بالاخره هشتمش هم گروه های فشار هستند. به مجردی که یک مرجع یا یک عالم متنفذ انتقادی ولو جزئی بکنه، گروه های فشار وارد درسش میشن و شروع به هیاهوگری میکنن. این لیستی بود که البته میشه بهش اضافه هم کرد. جناب آقای دکتر، اساسا حاکمان ایران که مدعی نظامی برآمده از اسلام و تشیع هستند، چرا اینقدر نسبت به علما و روحانیون و مراجع مستقل حساسیت دارند؟ خیلی طبیعی است. ببینید، جمهوری اسلام یک حکومت استبدادی اقتدار طلب هست که از دین تشیع استفاده ابزاری میکنه. اینها نماینده همه تفکر شیعی یا اسلامی نیستند. اینها صرفاً دو رکن دارند. هر کی این دو رکن را قبول داشته باشه و رعایت بکنه میتونه آزادانه فعالیت بکنه. یکیش به نظریه رسمی یعنی ولایت انتصابی مطلقه فقیه باور داشته باشه. دوم اینکه مصداق اون هم یعنی مقام رهبری رو مورد تایید قرار بده. اگر مرجعی یا عالم منتقدی داشته باشیم که یا نظریه را قبول نداشته باشه از بنیاد، یا با مصداقش مشکل داشته باشه نسبت به سیاست ها و عملکردهای کلان نظام یا رهبری انتقاد داشته باشه، اینها باش برخورد میکنن. حالا در هر مقام علمی و فقهی و حوزوی هم که بوده باشه. بنابراین بسیاری مردم متاسفانه فکر میکنن که این حکومت یا حکومت اسلامی شیعی است، یا حکومت همه روحانیون است، یا از این قبیل که همش اشتباه. این حکومت یک صنف خاص، یک فرقه خاص هست که به این دو اصل قائل باشن. در ثانی، اگر مرجعی عالمی نفوذ اجتماعی داشته باشه، پیرو داشته باشه، در جامعه مطرح باشه، به میزان نفوذ اجتماعیش اینا براش محدودیت درست میکنن، چون اینها از بلند شدن هر صدای انتقادی، خصوصا از صدای مرجعیت یا صدایی که از حوزه های علمیه بر بخیزه، بسیار حساسن، چون میدونن که به دروغ گفتن ما نماینده اسلام و تشیع و روحانیت هستیم، حالا که چنین نیستن. این مراجع مستقل بالواقع دروغ اونها رو برملا میکنن، بنابراین بیشتر اونها رو مورد سرکوب قرار میدن. مردم هم بسیار متوجه نیستن که فشاری که بر مراجع مستقل، بر فقهای مستقل در حوزه های علمی میاد، بیشتر از همه اقشار دیگر جامعه ایرانی است. آقای دکتر، آیا سیاست ارعاب و فشار و سرکوب و حصر در خصوص روحانیون و مراجع منتقد و معترض نظام ایران پاسخ داده است؟ متاسفانه بی تأثیر نبوده. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از مراجع، بسیاری از فقها، بسیاری از فضلای حوزه های علمیه در حد اطلاع من با سیاست های کلان جمهوری اسلامی و رهبری اون مخالفن. ما چرا ما کمتر صدایی میشنویم؟ خاطر این که اونها رو تهدید کردن، اونها رو تحت فشار قرار دادن. بسیاری از اونها هم وقتی مورد شماتت پیروان خودشون قرار میگیرن که چرا شما اعتراض نمی کنید، میگن بر ما همون خواهد رفت که بر آقایون شریعت مداری و منتظری رفت. یعنی میترسن. اما این گونه نیست که همه ساکت باشن. خوشبختانه برخی از مراجع، برخی از فضلا، برخی از فقها، برخی از علما هستند که در حدی که میتوانند دارن به استقلال خودشون پابند هستند و به وظیفه شرعی و دینی خودشون در اقتدا به ابا عبدالله الحسین علیه السلام اقتدا میکنند و انتقاد میکنند و البته هزینش هم دارن میپردازن. بنابراین میشه گفت که اگر ما صدای بیشتر اعتراضی و انتقادی در همین چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، در همین حد هم و در حدود موازین شرعی ما، الگوی اصلی سید الشهدا است، اگر در همین حد علما، مراجع اقدام بکنند، مسلما مردم ایران فضای بهتری رو تحمل خواهند کرد. و من از علما و مراجعی که این شیوه رو پیش گرفتن، یعنی شیوه ابا عبدالله الحسین، تقدیر و تشکر میکنم. اینها علما و مراجع واقعی هستن. امیدوارم علما و مراجع ساکت هم به وظیفه شهری خودشون عمل بفرمایند. ممنونم از شما دکتر محسن کدیور از شهر دوروم در کارولینای شمالی با ما بودند.